بیش از 26200 نفر شمار جانگداز قربانیان کرونا در 266 شهر کشور آمار جانباختگان در تهران و شیراز به سرعت افزایش پیدا می کند. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران منتشر می کند. دستورالعمل محرمانی مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی ولایت فقیه به کلیه کلانتری ها و پاسگاه ها برای سرکوب هر گونه اعتراض و شورش در زندان ها نسبت به بازنگری طرحهای پیشگیرانه مقابل ای اقدام معایب احسایی را رفت نموده از تمامی ظرفیت های استانی شورای تأمین و یگان حفاظت زندان ها بهرهگیری لازم به عمل آید با اتخاذ تمیدات لازم و اقدام پیش از بروز هر گونه بی نظمی و اقدام مخل امنیت در زندانها جلوگیری شود. این سند یک نمونه از سرکوبگری و جنایت و نقض همه قوانین بشر دوستانه و بین المللی در زندانهای خامنه ای و در این حال نشان منتهای ترس و وحشت رژیم از تاکیدات مقاومت ایران مبنی بر ضرورت آزادی زندانیان در برابر خطر کرونا است. خانم مریم رجوی بار دیگر خواهان بازدید هیئت تحقیق بین از زندانهای رژیم و اطلاع از وضعیت زندانیان به ویژه ناپدید شدگان و مجروحان و بیماران شد رژیم باید همه آنها را آزاد کند این تنها راه نجات آنها از کروناست. است جان باختن شش زندانی دیگر در زندانهای ارومیه و قزل حصار بر اثر کرونا مبتلا شدن شماری از سربازان به کرونا در زندان قزل حصار زندان سپیدار احواز اعلام نام دوازدهمین شهید شورش استمرار قطع ملاقات ها و ارتباطات زندان نامه کمیته پارلمانترهای ایتالیایی به دبیر کل ملل متحد ده سناتور و هشت نماینده پارلمان خواهان آزادی سریع زندانیان و هشدار نسبت به فاجعه در زندانهای رژیم ایران هشدار مجدد عف بین نسبت به کشتار زندانیان در ایران مقام رژیم ایران به جای پاسخگویی به خواسته های مشروع زندانیان برای حفاظت شدن در قبال ویروس کرونا مجددا به کشتار آنان برای خاموش کردن نگرانی هایشان متوسل شدند. آه روحانی از رسوایی دروغهایش در ماهواره وقتی میگوییم وضع ما از اروپا بهتر است وا حسینا این ماهواره ها میگویند رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتر است خب بله بهتر است حالا اینا مقایسه بشه حالا بعضی از این مقایسه خوششون نمیاد یعنی ما وقتی میگیم وضع ما از اروپا بده بهتره و اونا وضعشون از ما بدتره واه حسینا نمیدونید این ماهواره ها چه خاکی به سر میکنن چه عصبانیتی میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره خب بله بهتره وضع ما امروز در مقابله با کرونا از شما بهتر ما داریم مقابله میکنیم نفر مبتلا به کرونا شده در مانگای کتاسفیس خدا را شکر ما جز و اونهایی نیستیم که مریض های ما در پیاده رو و در چمن بیرون بیمارستان روی زمین افتاده باشند. بیمارستان رسول اکرم همین الان بنده خدا اینجا افتاده هیچ کم نیست تک... ت... 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 کسب تکلیف تصمیم جنایتکارانه برداشتن ممنوعیت تردد بین شهرها توسط روحانی گام دیگری در تشدید شیوع فاجعه کرونا از امروز همه ممنوعیت ها در تردد بین شهرستان ها در استان ها برداشته میشه هیچ استانداری هیچ استانی حق نداره در استان خودش تردد بین شهرها رو براش مانع ایجاد بکنه رئیس ستاد حکومتی مقابله با کرونا در تهران امروز شهرها شلوغتر از حد متعارف بود باستاب این وضعیت دو هفته دیگر در آمار مبتلایان دیده خواهد شد امروز وقتی ما شهر را شلوختر از حد متعارف میبینیم امروز ممکنه مردم خوب اتفاق برشون نیفته طبیعی اما یادمون باشه باستاب چنین حضوری امروز نیست و تقریبا بر میگرده به شاید دو هفته دیگه و ما آمار مبتلایمون در دو هفته دیگه ایجاد خواهد شد وحشت در ولایت ارتجا از فوران خشم محرومان و قیام ملت علیه کرونای ولایت مرتزا مبلغ معاون سیاسی و امنیتی سابق وزارت کشور آنقدر شرایط موجود سخت است که مشکلات اجتماعی و امنیتی نه تنها برای شرایط پساکرونایی احتمال دارد بلکه در همین شرایط نیز امکان وقوع دارد مصطفی معین وزیر سابق بهداشت و آموزش عالی نظام درگیر پیامدهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و نیز سیاسی بحران کرونا خواهد بود. احتمال تکرار تنش‌های اجتماعی یا سیاسی مانند دو سه ساله اخیر وجود دارد. از آن کارشناسان و مهره های حکومتی به پنهانکاری و رشد سعودی مبتلایان تنها 6 درصد از مبتلایان شناسایی شده اند. از رقم مبتلایان کاسته نشده و پیک بیماری هنوز آغاز نشده است. اصلا زمان مناسبی برای بازگشایی اسناف نیست. اعلام رقم پایین فوتی ها از موقعی آغاز شد که آمار به تفکیک استانها قطع شد. قطع راه های ارتباطی 36 شهر و روستاهای اطراف در اثر سیل خسارت های فراوان به منازل مسکونی و باغها ها و مزارع کشاورزی آوارگی و بیخانمانی مردم سیل زده رویترز تحریم های دولت ترامپ و سلسله تظاهرات لبنان و عراق آشکار کرد رژیم ایران در حال از دست دادن خاور میانه است کشته شدن قاسم سلیمانی نمایشی از ناکامی بزرگ در طرحهای رژیم ایران برای تسلط منطقه‌ای بود اعتراضات آبان در ایران امید به تغییر رژیم را افزایش داد بیش از 26200 نفر شمار جانگداز قربانیان کرونا در 266 شهر کشور آمار جانباختگان در تهران و شیراز به سرعت افزایش پیدا می کند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر یکشنبه 24 فروردین 1399 اعلام کرد آمار جانباختگان فاجعه کرونا در 266 شهر ایران بیش از 26200 نفر شده است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 730 نفر، در البرز به 990 نفر، در اردبیل به 530 نفر، در بوشهر 140 نفر، در استان تهران به 4050 نفر، در خراسان رضوی به 2320 نفر، در خراسان جنوبی به 65 نفر، در خوزستان به 1070 نفر در زنجان به 420 نفر، در فارس به 530 نفر، در قوم به 2630 نفر، در کردستان به 420 نفر، در گلستان به 920 نفر، در همدان به 675 و در یزد به 395 نفر رسیده است. آمار سایر استان به این ارقام اضافه می شود. طبق آخرین گزارش ها آمار جانباختگان در شیراز خیز برداشته و در استان تهران هم به سرعت افزایش پیدا می کند. یزدانی معاون شهرداری تهران از ایجاد یک قطعه جدید برای مبتلایان به کرونا و قبر چینی به تعداد ده هزار قبر در قطعه جدید در بهشت زهرا خبر داد و گفت سردخانه چهل فوتی و دو سردخانه کندویی و دو دستگاه کانتینر دوازده متری یخچالدار و سوله های بحران تچیز و آماده شده است. ایرنا 24 فروردین پیش از این دبیرخانه شورای ملی مقاومت در دوم فروردین اعلام کرده بود که اخیرا قرارداد ساختن ده هزار قبر جدید در بهشت زهرا بسته شده است. تصمیم جنایتکارانه بازگرداندن مردم به سر کار را توجیه کند و با مسخرگی مدعی شد که وضعیت رژیم در مقابل با کرونا از کشورهای اروپایی بهتر است. وی همچنین به طور تلویحی به کمبود مواد غذایی اشاره کرد و گفت برخی از کشورها شروع کردند به خصت به خرج دادن در صادرات مواد غذایی یعنی کشوری که تا دیروز گندم میفروخته گندم هم اضافه دارد از فروش خودداری میکند جست ها و حرف های رئیس جمهور شیاد ارتجا در میان کادر پزشکی و حتی نفرات و مدیران منصوب همین دستگاه هم خریداری ندارد. زالی رئیس ستاد کرونا در تهران شب گذشته در مورد بازگرداندن مردم به سر کار گفت باستاب چنین حضوری امروز نیست. آمار مبتلایانمان در دو هفته دیگر ایجاد خواهد شد. تیم پزشکی درمانی ما خسته شدند. بالاخره دچار مشکلات متعدد شدند بعضی از آنها شهید شدند بعضی ها کماف سابق از مدار خارج شدند تیم خسته ما که رمقش هم کم شده باید در آستانه یک تکانه های جدید بیماری باشد زمینه این که ما هنوز در تهران آن شیب مناسب و مطلوب خودمان را حس نکردیم تلویزیون شبکه پنج رژیم 23 فروردین محبوب فر متخصص اپیدمیولوژی بیماری های افونی و واگیردار نوشت طی روزهای آینده تعداد مرگ و میرها به رقم غیرقابل باوری خواهد رسید. با توجه به اطلاعات دریافتی اعلام می کنم تا کنون از تعداد مبتلایان به کرونا در کشور ما کاسته نشده است. نکته حائز اهمیت این است که تنها 6 درصد و یا در بهترین حالت ده درصد از مبتلایان شناسایی شدند و سایر مبتلایان در خانه خود را قرنطینه کردند و ترجیح می دهند کمتر به مراکز درمانی مراجعه کنند. پیک بیماری هنوز در کشور آغاز نشده است. روزنامه آفتابی است 24 فروردین. در روزهای اخیر افراد بیشتری در درون رژیم خواستار پرداخت هزینه های قرنطینه توسط کارتل های تحت کنترل خامنه ای شدند. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی و مشاور رئیس جمهور در دوران رفسنجانی و خاتمی روز 24 فروردین نوشت با توجه به رکود اقتصادی ناشی از کرونا برای حل قطعی مشکلات باید قدرت های مالی بزرگی به صحنه بیایند که از تمکن بسیار بالایی برخوردارند و اموال آنها متعلق به مردم است. این قدرت ها عبارتند از ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آدستان قدس رضوی. امکانات و منابع مالی گسترده که در اختیار این مراکز وجود دارند، اگر به عرصه کمک به اخشار آسیب دیده از کرونا آورده شوند، مشکلات این اخشار در کوتاهترین زمان و به صورت کامل برطرف خواهد شد. آنها اگر پولهایی را که در اختیار دارند برای نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجودیشان را چگونه میخواهند توجیه کنند؟ ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت مرگومیر کرونا در میان فقرا بیشتر است. آنها دسترسی کمتری به وسایل بهداشتی و خدمات درمانی دارند. تأثیر اقتصادی کرونا بر فقرا بیش از سرمایه داران است. آنهایی که در معرض از دست دادن شغل هستند و آنهایی که روزمزد کار می کنند آسیب بیشتری از وضعیت می بینند. روزنامه آفتابی است 24 فروردین یک پزشک در یکی از بیمارستانهای شهر ری گفت بسیاری از افراد مشکوک به کرونا از اقشار پایین شهر و هاشینشین هستند و وقتی به آنها میگویم باید آزمایش کرونا دهید اکثرا قبول نمی کنند و میگویند که اگر چند هفته در بیمارستان بمانیم چه کسی هزینه زن و بچه من را می دهد و کارمان را از دست می دهیم. لطفاً با دارو ما را مداوا کنید. روزنامه آرمان 24 فروردین در همین حال نگرانی رژیم از قیام و شورش های اجتماعی همچنان ادامه دارد. معاون سابق سیاسی و امنیتی وزارت کشور گفت مشکلات اجتماعی و امنیتی نه تنها برای شرایط پساکرونایی احتمال دارد بلکه در همین شرایط نیز امکان وقوع دارد اگر دولتها مدیریت هوشمندانه و مدبرانه ای نکنند ممکن است با مشکلات حاد اجتماعی مواجه شویم روزنامه آرمان 24 فروردین مصطفی معین وزیر سابق بهداشت و آموزش عالی رژیم نیز نوشت احتمال تکرار تنش های اجتماعی یا سیاسی مانند دو سه سال اخیر فارغ از جناح های سیاسی وجود دارد. هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت جامعه ایرانی و کشورمان درگیر پیامدهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و نیز سیاسی بحران پاندمی کرونا خواهد بود. ستاره صبح 24 فروردین دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 24 فروردین 1399 شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون امنیت و ضد تروریسم دستورالعمل محرمانه مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی ولایت فقیه به کلیه کلانتری ها و پاسگاه ها برای سرکوب هر گونه اعتراض و شورش در زندان ها. نسبت به بازنگری طرحهای پیشگیرانه مقابلهای اقدام معایب احسایی را رفع نموده از تمامی ظرفیت های استانی شورای تمین و یکان حفاظت زندان ها بهرگیری لازم به عمل آید. با اتخاذ تمهیدات لازم و اقدام پیش دستانه از بروز هر گونه بینظمی و اقدام مخل امنیت در زندانها جلوگیری شود. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران منتشر می کند. طبق بندی محرمانه تاریخ نامه 16 فروردین 1399 از مرفوک، مرکز فرماندهی و کنترل به واحد کارشناس امور خوب کلانتریها ها و پاسگاه ها موضوع دستورهای هوشیاری پیرامون احتمال اقتشاش، شورش و بلوا در زندان های کشور با احترام برابر اعلام معاونت عملیات ناجا همزمان با اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور عوامل متعددی منجر به شورش و درگیری در برخی از زندان های کشور گردید که از اهم آنها می شود به دعوت جریانات معاند و ضد انقلاب از خانواده زندانیان برای تجمع، انتشار گسترده اخبار شیوع ویروس کرونا، اخبار مرتبط با کمبود تجهیزات بهداشتی، شایعه استفاده نظام برای حذف فیزیکی محکومان سیاسی و امنیتی، تحریک زندانیان به اعتراض نسبت به وضعیت بهداشتی و غیره اشاره نمود. از سوی دیگر قوه قضائیه با اتخاذ تمهیدات لازم از قبیل تأمین وسایل بهداشتی در داخل زندان ها اعزام به مرخصی و درخواست عفو و کاهش مجازات برای تعدادی از محکومان سعی نمود تا متناسب با شرایط موجود در کشور خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش دهد با وجود اقدام های انجام شده تعدادی از زندانیان پرخطر که مشمول مرخصی و عفو نشده بودند اقدام به شورش و بلوا و ایراد خسارت نمودند خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مد نظر قرار دادن موارد زیر هر گونه اخبار مرتبط به قید فوریت به مرکز فرماندهی و کنترل این مرکز اعلام تا به ناجا منعکس گردد یک برابر تدابیر ابلاغی تاکید می‌گردد در راستای کنترل وضعیت و مدیریت میدانی اماکنه یاد شده یکانهای ویژه مستقر در استانها بدون محدودیت در کنترل عملیاتی فرماندهی انتظامی استانها قرار گیرد دو با توجه به دستورالعملها و, و ابلاغیههای صادره نسبت به بازنگری طرحهای پیشگیرانه مقابلهای اقدام معایب احسایی را رفع نموده از تمامی ظرفیت استانی، شورای تمین و یگان حفاظت زندانها ها بهرهگیری لازم صورت گرفته و هماهنگی لازم با اداره زندان به عمل آید. س. جهت جلوگیری از هر گونه قافلگیری با رسد مداوم و مستمر اخبار و اطلاعات فضای مجازی و حقیقی ضمن اشراف اطلاعاتی با اتخاذ تمهیدات لازم و اقدام پیش دستانه از بروز هر گونه بینظمی و اقدام مخل امنیت در زندانها جلوگیری شود. پایان سند این سند که یک نمونه از سرکوبگری و جنایت و نقض همه قوانین بشر دوستانه و بین المللی در زندانهای خامنه است در این حال نشان منتهای ترس و وحشت رژیم از تأکیدات مقاومت ایران مبنی بر ضرورت آزادی زندانیان در برابر خطر کرونا و درخواست مسئول شورای ملی مقاومت از هموطنان برای پناه دادن و قرنطینه و مداوای زندانیان است. از روز دوم فروردین تا کنون زندانیان در زندانهای علی گودرز، تبریز، سقز، همدان، مهاباد، شیراز، عادلآباد و اهواز زندانهای شیبان و سپیدار با دهها شهید و صدها مجروح و مصدوم خواهان حداقل حقوق خود حق پایهی حیات در برابر کرونا شدند اما رژیم آخوندی پاسخی جز گلوله و اعدام ندارد. روز 23 فروردین زندانی شورشی مصطفی سلیمی در سقز اعدام شد. داستان رژیم در کردستان گفت این زندانی جزو طراحان و لیدرهای اصلی فرار از زندان سقز در هشتم فروردین 99 بوده است. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بارها خواهان اعزام هیئت تحقیق بین المللی به زندانهای رژیم و اطلاع از وضعیت زندانیان به ویژه ناپدید شدگان و مجروحان و بیماران شده است. خانم رجوی همچنین از خانواده ها و بستگان و دوستان زندانیان خواست از پیگیری وضع و حال این اسیران قافل نشوند و تا آزادی بی قید و شرط آنها از پا ننشینند رژیم باید همه آنها را آزاد کند و این تنها راه نجات آنها از کرونا است شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون امنیت و ضد تروریسم 24 روم فروردین 1399 جان باختن شش زندانی دیگر بر اثر کرونا در زندان‌های ارومیه و قزل حصار کرج مبتلا شدن چند تن از سربازان به کرونا در زندان قزل حصار کرج چهار زندانی مبتلا به کرونا در زندان ارومیه روز پنجشنبه 21 فروردین پس از انتقال دیرهنگام به بیمارستان جان باختند این زندانیان از بند سه و چهار زندان بودند و همراه با هفته زندانی دیگر مبتلا به ویروس کرونا به بند دیگری منتقل شده بودند. در بندهای سه و چهار زندان مرکزی ارومیه بیش از 500 زندانی محبوس هستند. در زندان قزل حصار تعداد بیماران مبتلا به ویروس کرونا افزایش یافته و دست کم دو زندانی از بند دو که در هفته اخیر به بیمارستان خمینی ملعون منتقل شده بودند جان خود را از دست دادند دشقیمان خامنه علت فوت این دو زندانی را سکته قلبی عنوان کرد گزارش ها از قزل حسار همچنین حاکی است که چند تن از سربازانی که با بیماران مبتلا به کرونا در زندان سر و کار داشتند به این بیماری مبتلا شدند در این زندان وضعیت بهداشتی بندها بسیار اسفناک است هیچ گونه مواد پاک کننده حتی صابون معمولی یافت نمی شود. زندانیان هیچ موادی برای ضد عفونی کردن ندارند. زندان سپیدار احواز اعلام نام دوازدهمین شهید شورش استمرار قطع ملاقاتها ها و ارتباطات در حالی که رژیم پلید آخوندی به دنبال شورش یازدهم فروردین در زندان سپیدار احواز ملاقاتهای زندانیان و کلیه ارتباطات آنها را قطع کرده است دشخیمان خامنه ای ده روز پس از شورش زندان سپیدار در روز 21 و فروردین به بستگان یکی دیگر از زندانیان شورشی به نام علی زرگانی خبر دادند که وی جان باخت است. علی زرگانی 21 ساله که در شورش 11 همه فروردین زندان توسط پاسداران جنایتکار به شهادت رسیده دوازدهمین شهیدی است که نام وی اعلام می شود. یازده زندانی شورشی دیگر که به دست دشخیمان به شهادت رسیدن عبارتند از عادل ناصری، فیض الله مختاری، سجاد پیشداد، ماهروی، علیرضا حاجیوند، محمد تامولی، محمد لفته، محمد سلامات، علی خفاجی، مجید زبیدی، شاهین زهیری و سید رضا خرسانی مقینمی پارلمانترهای ایتالیایی در نامه‌ای به دبیر کل ملل متحد درباره وخامت شیوع کرونا در ایران و خطر وقوع فاجعه انسانی به ویژه در زندانها هشدار می‌دهند. تعداد بسیار زیادی از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی در معرض خطر هستند و باید هرچه سریعتر آزاد شوند. سناتور لوچو مالان، نایب رئیس افتخاری گروه پارلمانی حزب زندباد ایتالیا سناتور پاولا بینتی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر سنا سناتور روبرتو رامپی، عضو کمیسیون حقوق بشر سنا سناتور مینو تاریکو، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی سنا سناتور انریکو آیمی، سناتور گابریل لانزی، سناتور آندریا چوفی، سناتور نیکولا مورا، سناتور آکیل توتارو، نمایندگان پارلمان ایتالیا، آنتونیو تاسو، رئیس کمیته پارلمانترها برای ایران آزاد، استفانیا پتسوپانه، رئیس مشترک کمیته، رناتا پولورینی، نایب رئیس کمیسیون کار، کاتیا پولیدوری، مونیکا چابورو فرانچسکا بونومو کیارا گیریباودو، لوکا اسکوئری <تصفح> کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای یک ایران آزاد در برگیرنده اعضای سنا و پارلمان ایتالیا در نامه به دبیر کل ملل متحد درباره شیوع کرونا در ایران به خاطر سیاست های مجرمانه و پنهانکاری رژیم و خطر وقوع فاجعه انسانی به ویژه در زندانهای ایران هشدار داد و نوشت تعداد بسیار زیادی از زندانیان در ایران به دلیل شرایط وخیم بهداشتی در معرض خطر هستند و رژیم حاکم به رقم فراخان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد وضعیت ایران هیچ اقدامی برای حفظ جان آنها به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت نداده و سلامتی آنها موضوعی نگران کننده است و باید هرچه سریعتر آزاد شوند. رژیم ایران به رغم داشتن بیش از 100 میلیارد دلار دارایی در بنیادهای وابسته به ولی فقی هیچ کمکی به مردم ایران نمی کند و در عوض بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا هر سال 25 میلیون دلار دارو و نیز تجهیزات پزشکی به ارزش 200 میلیون دلار به اراق ارسال می کند. کمک های ارسالی توسط نهادهای بین المللی را در اختیار باندهای وابسته به سپاه پاسداران قرار می دهد تا با چند برابر قیمت به مردم بفروشند. کمیته پارلمانترهای ایتالیایی در نامه خود که رونوشت آن برای میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر ارسال شده خاطر نشان کرده است کشتار بیش از 1500 نفر و دستگیری بیش از 12 هزار نفر در اعتراضات خیابانی در آبان 98 که تا این تاریخ رژیم ایران هنوز هیچ آمار دقیقی از کشته ها و دستگیر شدگان نداده است همچنین پنهانکاری در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه اخیرا هم چندین هفته تاخیر در اطلاع رسانی از شروع کرونا در ایران به دلیل ملاحظات سیاسی از جمله فراخان برای شرکت مردم در گرد همایی سالگرد انقلاب 1357 و در انتخابات مجلس و تصمیم به عدم قرنطینه کردن شهر قم که مرکز اصلی شیوع این ویروس بود و استمرار پروازها به کشور چین منبع انتقال ویروس به این ترتیب شیوع این بیماری در ایران بسیار شدید بوده و به یک فاجعه انسانی تبدیل شده است. هشدار مجدد اف بین الملل نسبت به کشدار زندانیان در ایران اف بین الملل بار دیگر درباره کشتار زندانیان توسط حکومت آخوندی هشدار داد. اف بین الملل روز یکشنبه 24 فروردین در توییتر خود نوشت: نفرت آور است که مقام های رژیم ایران به جای پاسخگویی به خواسته های مشروع زندانیان برای حفاظت شدن در قبال ویروس کرونا مجددا به کشدار آنان برای خاموش کردن نگرانی هایشان متوسل شده اند. دروخ وقیهانه و بیدنده و ترمز روحانی ادامه دارد. رئیس جمهور شیاد ولایت فقیه وضع ما با وضع اروپا فرق می کند تعداد افراد فوتی ما بسیار کم بوده چند درصد بوده آهو فقان روحانی از رسوایی دروغ هایش در ماهواره وقتی می گوییم وضع ما از اروپا بهتر است وا حسینا این ماهواره ها می گویند رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتر است خب بله بهتر هست طرح مجرمانه رفع ممنوعیت ترددهای بین شهری در استانها رئیس جمهور ارتجاع تردد میان استانها از اول اردیبهشت آزاد می شود. از امروز هیچ ممنوعیتی در تردد میان شهرهای یک استان وجود نخواهد داشت. استانداران حق ندارند در تردد بین شهرستانها مانع ایجاد کنند. اعتراف آخون روحانی 21 درصد از کسانی که در زنجان با بیماران کرونایی تماس داشتند به کرونا مبتلا شدند. نسبت به تهران هم همونطور که مردم ما مستعذر هستند از شنبه سیام فروردین کسب و کارهای کمریسک ریسک آغاز میشه برای تهران و شهرهای بزرگ یه مقداری وسایل نقلیه ما کم داریم به همین علت توصیه ما فعلا اینه که مردم از وسایل شخصی خودشون استفاده بکنن از تاکسی استفاده کنن از اسناب استفاده کنن به حال امکانات وزارت بهداشت درمان علی که الحمدلله خوب بوده و خوب است اما در این حال محدود نامحدود نیست و این مبنای کار ماست و ما امروز در یک آمار نمونه ای که در همین جلسه اعلام شد این آمار نمونه مربوط به زنجان بود دیدیم که در اون آمار نمونه افرادی که اون جمع مورد بررسی قرار گرفته بودند 18 درصد مبتلا بودند بعد تو مرحله بعد رفتن ببینن چه کسانی با این 18 درصد در تماس بودند وقتی رفتن تو این مرحله بعد دیدن 21 درصد اینهایی که در تماس بودن مبتلا هستند از بس این ویروس چموش و ناشناخته است هیچ که جرأت نمیکنه راجع به آینده این ویروس به راحتی حرف بزنه همه با دغدغه و با با لکنت زبان حرف میزنن من حالا نمیخوام مقایسه کنم البته در اون گزارش یه مقایسه شده بود بین ایران و برخی از کشورهای اروپایی که حالا بعد اگر خواستن خود وزیر رفاه برای مردم توضیح بدن یک فاصله بسیار زیادی وجود داره وضع ایران با وضع اروپا ما مثلا فرض کنید که تعداد افراد فوتی ما بسیار کم بوده چند درصد بوده مثلا تعداد هفت درصد بوده پنج درصد بوده تعداد بسیار کمی بوده و اونا 22 درصد در بعضی از کشورها در بعضی از کشورها 22 درصد هم بیشتر بوده حالا اینا مقایسه بشه حالا بعضی از این مقایسه خوششون نمیاد یعنی ما وقتی میگیم وضع ما از اروپا بده بهتره و اونا وضعشون از ما بدتره و ها نمیدونید این ماهواره ها چه خاکی به سر میکنن چه عصبانیتی میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره خب بله بهتره وضع ما امروز در مقابله با کرونا از شما بهتر ما داریم مقابله میکنیم بله ما ویروس کرونا داریم شما هم دارید بله ما یه ویروس بدتر از کرونا هم داشتیم و داریم که شما ندارید و اون ویروس تحریمه ما یک ویروس تحریم داشتیم ویروس کرونا هم آمد بهش اضافه شد شما که ویروس تحریم نداشتید شما یه ویروس دارید ما دو تا ویروس داریم بله وضع ما در مقابله با این بیماری و ویروس خطرناک وضع نسبتا خوب و با برخی از کشورها که مقایسه میکنیم وضع ما بهتر حالا ما ناراحت شد ناراحت شید حالا چاره نیست این واقعیت این واقعیت رو باید بفهمید این واقعیت رو باید بدونید خودتون هم میتونید تماس بگیرید با مردم ایران و بفهمید شرایط ما با شرایط خودتون اون جایی که هستید چقدر فاصله وجود داره در رفت و آمد بین شهرستانها و استانها اگر در استانی استاندار محترم یا شورای تامین یا هر کسی دیگری تصمیم گرفته در روزهای اخیر برخی از شهرستان ها رو ترددش رو ممنوع کرده از امروز همه ممنوعیت ها در تردد بین شهرستان ها در استانها ها برداشته میشه هیچ استانداری هیچ استانی حق نداره در استان خودش تردد بین شهرها رو براش مانع ایجاد بکنه بین استانها هم که فعلا ممنوع هست و میگیم بین این استان و اون استان تردد نباشه این هم از روز اول اردی بهشت به این ترددها آزاد میشه زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران امروز شهرها شلوغتر از حد متعارف بود باستاب این وضعیت دو هفته دیگر در آمار مبتلایان دیده خواهد شد در تهران شیب مناسب مبتلایان را احساس نکردیم وقتی در ابتدای صبح ما چنین تردد پر ترافیک در شهر روز اول در واقع. شکلی داشته باشیم خب تبیس ما نگران میشیم علت چه است که امروز وقتی ما شهر را شلوختر از حد متعارف میبینیم امروز ممکنه مردم خب اتفاق برشون نیفته تبیس اما یادمون باشه باستا چنین حضوری امروز نیست و تقریبا بر میگرده به شاید دو هفته دیگه و ما آمار مبتلایمون در دو هفته دیگه ایجاد خواهد شد یک جنگ فرسایشی الان ما با این ویروس داریم هنوز هم نمیدیم تا کی باید تیم پزشکی و تیم درمانی و بهداشتی ما در تقابل ما این ویروس باشه بالاخره هم که اشاره شد بحث اینا خسته شدن بالاخره دچار مشکلات متعدد شدن ما هنوز در تهران اون شیب مناسب مطلوب خودمون رو هنوز حس نکردیم هم ما هم تیم پزشکی ما یعنی همه دوستانی که من باشون توی مارسانو تماس میگیرم کماف سابق هنوز در معرض این مراجعات عمومی هستن وحشت در ولایت ارتجاع از فوران خشم محرومان و قیام ملت علیه کرونا ولایت معاون سیاسی و امنیتی پیشین وزارت کشور رژیم مشکلات اجتماعی و امنیتی نه تنها برای شرایط پسا بلکه در همین شرایط نیز امکان وقوع دارد مصطفی معین وزیر پیشین فرهنگ آخوندی نظام درگیر پیامدهای بحران پاندمی کرونا خواهد بود که به صورت خشم خود را بروز می دهند. مصطفى موین وزیر پیشین فرهنگ رژیم بحران کرونا تا چند ماهی ادامه خواهد داشت و پیامدهای روانی اجتماعی و اقتصادی آن تا پایان سال جاری و حتی سالهای بعد گریبانگیر نظام خواهد بود. با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه، افزایش بیکاری جوانان و نارضایتی های مزمن، احتمال تکرار تنش های اجتماعی یا سیاسی مانند دو سه ساله اخیر وجود دارد. نظام درگیر پیامدهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و نیز سیاسی بحران پاندمی کرونا خواهد بود. در کوتاه مدت، تبعات به صورت خشم خود را بروز می دهند مرتزا مبلغ معاون سیاسی و امنیتی پیشین وزارت کشور رژیم آنقدر شرایط موجود سخت است که مشکلات اجتماعی و امنیتی نه تنها برای شرایط پساکرونایی احتمال دارد بلکه در همین شرایط نیز امکان وقوع دارد جنگ روانی بسیار ناجوان ای توسط معاندین نظام به خصوص جریانات ماهواره جریان دارد هر روز تلاش دارند که با سیاه نمایی های مختلف روان جامعه را تخریب و شکاف های اجتماعی را بیشتر کنند اکنون شرایط بحرانی بر کشور حکم فرما شده روزنامه حکومتی آرمان اگر اقدام جدی صورت نگیرد بحران کرونا جای خود را در زمان کوتاهی به بحران های اجتماعی جدی می دهد به خصوص در زمانی که سال گذشته درگیر این بحران ها بوده ایم و زمینه آن وجود دارد انصاری از مهره باند مغلوب رژیم بحران کرونا تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی نیز در پی دارد که می توانند به مراتب از خود بیماری خطرناکتر باشند. یک متخصص اپیدمیولوژی بیماری های افونی تنها 6 درصد از مبتلایان شناسایی شدند. اصلا زمان مناسبی برای های اصناف نیست از رقم مبتلایان کاسته نشده و پیک بیماری هنوز آغاز نشده است اعلام رقم پایین فوتی ها از موقعی آغاز شد که آمار به تفکیک استانها قطع شد روزنامه حکومتی آفتاب گزد با عنوان آژیر قرمز کرونا ویروس در پی آغاز به کار اصناف نوشت به گفته کارشناسان در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در موج دوم ابتدا به کرونا تعداد مرگ و میرها هم به رقم غیرقابل باوری خواهد رسید محبوب فر متخصص اپیدمیولوژی بیماری های عفونی و واگیر در رابطه با فراگیری مجدد این بیماری پس از شروع به کار اسناف گفت در کشورهایی مثل اسپانیا، ایتالیا و آلمان و تعدادی دیگر از کشورهای دنیا که رقم ابتلا به این بیماری در آنها بالاست، یک شفافیت در خصوص اطلاع رسانی تعداد مبتلایان و تعداد فوتیها وجود دارد که در کشور ما کمتر دیده می شود. این موضوع از جای آغاز شد که آمار ابتلا و فوتیهای کرونا را به تفکیک استانها قطع کردند و به نوعی اطلاع رسانی سانسور شد. به همین دلیل هم نمیتوان کشور ما را با دیگر کشورها مقایسه کرد. با توجه به اطلاعات دریافتی اعلام می کنم تا کنون از تعداد مبتلایان به کرونا در کشور ما کاسته نشده است. نکته های اهمیت این است که تنها 6 درصد و یا در بهترین حالت 10 درصد از مبتلایان شناسایی شدند و سایر مبتلایان در خانه خود را قرنطینه کردند و ترجیح می دهند کمتر به مراکز درمانی مراجعه کنند. پیک بیماری هنوز در کشور آغاز نشده است و پیش بینی می شود که این پیک را همزمان با آغاز موج دوم بیماری که از روز گذشته در کشور آغاز شد شاهد باشیم. به همین دلیل هم به نظر من در حال حاضر اصلا زمان مناسبی برای بازگشایی اصناف حتی کم خطر در کشور نیست. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم 24 فروردین 99 جان باختن 117 نفر دیگر در یک روز در آمار قطر چکانی قرار داشتن 3930 نفر در وضعیت حاد شدید یا بحرانی افزایش شمار مبتلایان به 71686 نفر در ظرف 24 ساعت گذشته 1657 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده با احتساب 1657 مورد شناسایی شده جدید 71686 مورد رو همکاران ما تا امروز به عنوان مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت کردند 3930 مورد از عزیزانی که بستری هستند در بیمارستان ها و هنوز به عنوان کیس فعال بیماری شناخته میشن در بخش های مراقبت های ویژه تحت مراقبت هستند و به عنوان موارد حاد شدید و یا بحرانی تلقی میشن در 24 ساعت گذشته 117 نفر از هموطنان عزیزمون که مبتلا به این بیماری بودند رو از دست دادیم ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران به دنبال جاری شدن سیل در استانهای مختلف کشور 36 شهر و روستاهای اطراف آنها با قطع راه های ارتباطی و خسارات فراوان به منازل مسکونی و باغها و مزارع کشاورزی روبرو شدند صدها واحد مسکونی خسارت دیدند و ساکنان آنها آواره و بیخانمان شدند بر اثر بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در سبزوار جاده این شهر به تهران مسدود شد همچنین بر اثر شدن سیل

در حادثه دیگری ساعت 6:35 دقیقه بامداد یک شنبه زمین ای به قدرت 4.6 دهم درجه در مقیاس ریشتر قطور در استان آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 6 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. نشنال اینترست نوشت مخفی کاری، انکار و بیکفایتی رژیم ایران هزاران ایرانی را در بهبوهه شیوع ویروس کرونا به مرگ محکوم کرده است. حتی اگر همین حالا سران رژیم ایران بهترین اقدامات را در پیش بگیرند برای کنترل شیوع ویروس در تهران احتمالا خیلی دیر شده باشد ترافیک سنگین و راهبندان ها در تهران نشان می دهد در این شهر که از انقلاب 1357 تا کنون هفت برابر بزرگتر شده حفظ فاصله فیزیکی به کار گرفته نشده و احتمالا متحمل تلفات بسیار بیشتری خواهد شد روزنامه حکومتی آفتاب گز درباره گزافه‌گویی روحانی در مقایسه عملکرد رژیم با دولت‌های اروپایی نوشت اگر میزان حمایت های کشورهای دیگر را با کشور خود در ایام شیوع کرونا مقایسه کنیم میبینیم کاری برای مردم نکردیم دولت های دیگر آب و برق و گاز مردم را مجانی کردند و به آنها پول پرداخت می کنند. اما کارهایی که ما کرده ایم محدود بوده است مثلا در مورد وام یک میلیون تومانی این مبلغ از یارانه مردم کسر می شود و دردی از آنها دوا می کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شیوع کرونا سیستم های پزشکی را شدیداً تحت فشار قرار داده اما کشورها با رعایت قرنطینه و حفظ فاصله فیزیکی از طریق آنلاین این مشکل را حل می کنند در آمریکا بسیاری از پزشکان ویزیتها و مشورت‌های های پزشکی با بیماران را از راه دور انجام می دهند و شرکت های بیمه آن را به رسمیت شناختند. بحران کرونا ارزشمند بودن خدمات پزشکی از راه دور را برجسته کرده است. پارلمان کانادا در یک نشست استراری بودجه 73 میلیارد دلاری را برای یک برنامه کمک به شرکت های کانادایی به تصویب رساند. هدف از این برنامه پرداخت 75 درصد از حقوق کارکنان شرکت های آسیب دیده از بحران کرونا برای جلوگیری از اخراج آنها توسط این شرکت هاست. نخست وزیر کانادا این اقدامات را بزرگترین سیاست اقتصادی کانادا از جنگ دوم جهانی تا کنون نامید. برای حفظ فاصله فیزیکی نشست پارلمان کانادا تنها با سی عضو پارلمان به علاوه رهبران احزاب کانادایی برگزار شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند یک نشست ویدیو کنفرانس با وزرای ایالت های این کشور در رابطه با ادامه قرنطینه برگزار کرد. نخست وزیر هند در سایت خود نوشت وزرای ایالتی خواهان ادامه قرنطینه و ممنوعیت ترددات برای دو هفته دیگر هستند. سه الا چهار هفته آینده حیاتی هستند. دولت هند بودجه اختصاصی به ارزش نزدیک به 23 میلیارد دلار را برای تأمین هزینه های مواد غذایی فقرا و کارگران مهاجر طی دوران قرنطینه اختصاص داده است. عربستان سعودی روز یکشنبه مقررات منع ترددات را در سراسر سر کشور به طور نامحدودی تمدید کرد. عربستان صدور ویزا برای زائران حج و پروازهای بین المللی و داخلی را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا متوقف کرده است. وزارت بهداشت آلبانی شمار مبتلایان جدید به کرونا در شبان روز گذشته را 13 نفر اعلام کرد. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به 446 تن رسیده است. شمار جانباختگان ثابت مانده و 23 تن است. 41 بیمار کرونایی در بیمارستان بستری هستند و سایر مبتلایان در خانه های خود قرنطینند. معاون وزیر بهداشت آلبانی اعلام کرد تعداد کودکانی که به بیماری کرونا مبتلا هستند 16 نفر است اما در شرایط خوبی قرار دارند زیرا هیچ کدام از آنها مجبور به مراجعه به بیمارستان نیستند دولت آلبانی به دنبال افزایش موارد کرونا در منطقه اشکودرا شهردار این منطقه را اخراج کرد و یک معاون وزارت کشور را به عنوان هماهنگ کننده شهرداری های منطقه برای مهار شیوع این بیماری منصوب کرد. وزیر دفاع آلبانی اعلام کرد بسته های مواد غذایی از انبارهای ذخیره دولت توسط شهرداری ها، نیروهای مسلح، پلیس، کارکنان خدمات اجتماعی یا خیریه ها خانه به خانه در میان مردم توزیع می شود. رئیس پلیس آلبانی بیلانی را از جریمه کسانی که مقررات مربوط به مبارزه با کرونا را کرده اند ارائه داد وی گفت بیشترین جریمه ها برای شهروندانی است که با بیرون رفتن یا بدون مجوز محدودیت زمانی را کرده اند که در بیش از یک ماه شامل 4363 فقره جریمه است 1624 مورد جریمه مربوط به کسانی است که به طور غیرمجاز با خودرو تردد کردهاند و 237 مورد کسانی هستند که مغازه ها یا قهوه خانه های خود را باز کردند. ادیراما نخوص وزیر آلبانی روز یک شنبه در پیامی در شبکه های اجتماعی به تاریخچه استفاده از قرنطینه اشاره کرد و گفت این شیوه از مقابله با شیوع ویروس توسط ابن سینا دانشمند مسلمان ایرانی در سال هزار میلادی ابدا شده است. تلاش های ابن سینا پایه های طب مدرن و همچنین استفاده از قرنطینه در تاریخ معاصر است. دکتر راول گونزالس نماینده سازمان بهداشت جهانی در آلبانی تبعیت مردم آلبانی از مقررات مبارزه با کرونا را فوقالعاده عالی خواند و گفت اقدامات به موقع و ملتزم بودن مردم آلبانی به مقررات تأثیرات خود را نشان داده و به خاطر همین مراعاتها و اجرای ضوابط شیوع کرونا در این کشور تاکنون در کنترل است رویترز در گزارشی راجع به از میان رفتن نفوذ رژیم آخوندی در منطقه نوشت تحریم های تنبیهی دولت ترامپ به شدت به تروریست ها آسیب رسانده و به طرز چشمگیری ماجراجوی های نظامی رژیم ایران را در منطقه محدود کرده است سلسله تظاهرات اخیر در لبنان و عراق نیز آشکار کرد که رژیم ایران در حال از دست دادن خاور میانه است علاوه بر اینها اعتراضات آبان ماه سال 1398 در ایران امید به تغییر رژیم را افزایش داده است. رویترز زفسود، کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی قدس رژیم در دی ماه 98 نمایشی از ناکامی بزرگ در طرحهای رژیم ایران برای تسلط منطقه ای بود. به نظر می رسد پیامد ویروس کرونا نیز کاهش فعالیت های شرونانه این رژیم در خاورمیانه باشد. بحران ویروس کرونا در یکی از دشوارترین زمانها به ایران رسید و اقتصاد رژیم را به سوی یک بحران بی سابقه سوق داد بینندگان عزیز به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم خدا نگهدار شما خدا نگهدار همه شما